اول پتروس فصل دوم. بنابراین شما باید هر نوع بغض و کینه و فریب و ریاکاری و حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. مانند نوزادان علاقه به شیر روحانی خالص داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده ای که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است، بیایید. و شما نیز مانند سنگ های زنده ای هستید که خانه روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است و وسیله عیسی مسیح بگذرانید، زیرا نوشته شده است: در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهای قرار می دهم و هر کی به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد، اما برای بی‌ایمانان آن سنگی که بنای آن رد کردند به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد. و همچنین سنگ است که آنها را می لغزاند و صخره است که روی آن خواهند افتاد. آنها بر روی کلام خدا می افتند زیرا با آن ایمان نمی آورند. پس سرنوشت آنها امین بود. و اما شما نژاد برگزیده و کاهنان هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملت مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قوم و ملت برای خود نداشتید، اما اکنون قوم خود خدا هستید. زمان شما از رحمت خدا کاملا بی‌خبر بودید، اما اکنون رحمت او از شماست. ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را ملامت به بدکاری می کنند، با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز دیدار پرفیض او تمجید نمایند. به خاطر خداوند تابع همه قدرت‌های انسانی باشید، خواه پادشاه که موافق همه است، خواه فرمانداران که از طرف او مامور شدند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلو سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. مثل مردمی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه برای رفتار ناشایست باشد، زیرا شما هنوز بندگان خدا هستید. امر را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید. ای نوکران، تابع اربابان خود بوده و آنها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و تندخو هستند. زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند به ناحق عذاب ببیند و تعامل کند، خدا را خوشنود ساخته است. اما اگر مرتکب کار خلاف شدید و تنبیه آن را تعامل کردید، چی افتخار برای شماست. اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تعامل کنید، در آن صورت است که خدا را خوشنود ساخته اید. مگر خدا شما را برای امین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنجهایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا با امان رای که او رفت شما نیز بروید. شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد. وقتی به او بد و رد می گفتن، با بدگویی جواب نداد. وقتی عذاب می کشید تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. مسیح شخصا بار گناهان ما را بر دوش گرفته آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که ما شفا یافته‌ایم. شما مثل گوسفندان بودید که راه خود را گم کرده‌اند، اما اکنون پیش چوپان و نگهبان جانهای خود برگشته‌اید.